سلام عرض می‌کنم خدمت همه علاقمندان و دوستداران ورزش. حتما همونطوری که در پخش آزمایشی شبکه جدید و تأسیس ایران فردا هم دیدید، بخش ورزشی در این شبکه از بخش‌های مهم هست. ما هر روز خبرهای ورزشی داریم و تازه‌ترین و داغ‌ترین خبرها از جهان ورزش رو به سمع و نظر شما خواهیم رسون. مدیریت شبکه بسیار علاقمند ورزش است و اعلام کرده که این شبکه میتونه در ورزش هم حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. مطمئن باشه که ما در هر جایی که باشیم در خبرهای ورزش هم حضور خواهیم داشت و به طور قطع در شبکه ایران فردا برنامه مفصلی برای ورزش داره. حالا از خبر که بگذریم، ما هفته یک بار برنامه داریم، برنامه‌ای به عنوان برنامه سود. حالا چرا به این اسم رسیدیم؟ اسمهای مختلفی رو مد نظر مدیریت شبکه بود، اما به خاطر که سود، خب قطعا میدونید در ورزش هر اکثر رشته ها داوران با سود رقابت رو آغاز میکنن یا قصد میکنن اختار یا به هر ترتیبی هست، ما به این جنبندی رسیدیم که اسم برنامه هم برنامه سود باشه و امیدواریم که این اسم و این برنامه هم بتونه قطعا جای خودش رو در خانه های شما باز بکنه. ما بسیار خوشحال هستیم که به خانه های شما میایم و امیدواریم که بتونیم در ادامه راه همراه شما باشیم. این ارتباط دو طرفه خواهد بود، یه طرفش که ما هستیم، طرف بعد هم شما بینندگان عزیز و ارجمند که با نظرات، پیشنهادات و حتی انتقاد سازنده میتونید به ما کمک بکنید و راه بسیار سختی هست که با همراهی شما به طور قطع و یقین این سختی کمتر خواهد شد. هر کاری که جدید آغاز میشه مطمئنا یه کم و کاسر نقایص داره که این نقایص رو به بنده حقیق خواهید بخشید، اما در نهایت برنامه سود سعی خواهد کرد که به همون راهی بره که شما بینندگان عزیز انتظار دارید و به امید خدا به همون روند هم خواهیم رسید. خب برنامه سود برنامه چالشی خواهد بود، برنامه که میپردازه به رویدادهای مهم هفته از ورزش جهان، از ورزش ایران. ما بیشتر ورزش ایران مد نظر خواهیم بود، اما از ورزش جهان هم فاصله نخواهیم گرفت. مطمئنا رویدادها و بقایای مهم ورزشی هفته رو بررسی خواهیم کرد. کارشناسان ورزشی زیادی رو خواهیم داشت به عنوان مهمان که در خدمتشون خواهیم بود. دو تا بخش ثابت در برنامه خواهیم داشت هر هفته، یکیش بخش بررسی رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌های ورزشی ایران در هفته که گذشت و یه بخش دیگه هم بررسی مطبوعات و رسانه‌های اروپایی که اونم کارشناس خاص خودش خواهد داشت و مطمئناً سعی خواهیم کرد که با پخش برنامه‌های متنوع و بخش‌های مختلف رضایت شما رو جلب بکنیم و امیدواریم که به این مهم هم دست پیدا کنیم. خب این اولین برنامه از برنامه سود هست که برای شما ضبط و پخش خواهد شد و در اولین برنامه ما سعی کردیم که در خدمت کارشناس محترم و پیشکسوت این کار، آقای ایرج ادیب‌زاده، کارشناس مفسر ورزشی از شهر پاریس باشیم. خیلی خوشحال هستیم که ایشون دعوت ما رو قبول کردن و به برنامه ما اومدن و در طول این برنامه به دفعات در خدمتشون هستیم و مسائل مختلف ورزشی رو میشکافیم. اون بخشی رو خدمتتون عرض کردم که ثابت هست و هر هفته در برنامه خواهیم داشت، بررسی مطبوعات و روزنامه‌های هفتگی اروپا هست که آقای ادیب‌زاده چون میدونید که سابقه طولانی در زندگی در اروپا دارن و در فرانسه و هر روز دسترسی به مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه‌ها دارن، ایشون قبول کردن که بخش بررسی مطبوعات و روزنامه‌های ورزشی اروپا رو در خدمتشون باشیم. بسیار هم خوشحال هستیم که ایشون قبول کردن و مطمئناً اون کلام نافذ آقای ادیب‌زاده کمک خواهد کرد به غنای برنامه سود. آقای ادیب‌زاده به عنوان اولین مهمان و کارشناس برنامه خیلی خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم و به عنوان اولین کار سلام علیکم با بینندگان عزیز بفرمایید تا من سوالات متعددی که از شما دارم بپرسم. سلام آقای خسروجردی، سلام بر بینندگان تلویزیون ایران فردا. من فکر می‌کنم یک نام بسیار مناسبی برگزیده دوستم آقای دکتر نوری‌زاده به خاطر اینکه نویدی باشه بر
ایران فردا که همه ما انتظار داریم که ایران فردا غیر از اون چیزی باشه که الان هست و در این 32 سال گذشته بوده. البته اگر به کسی بر نخوره، من باید اینجا یه نکته رو بگم که من همچنان ایران دیروز رو بیشتر دوست دارم. به هر حال اینم یک جور عقیده است، ولی خوشحالم که میتونم با این تلویزیون با بینندگان شما و در اولین برنامه‌ای که دارید با نام سوت من هم سهمی داشته باشم و شرکت بکنم. خیلی ممنونم. مرسی آقای ادیب‌زاده، بسیار استفاده کردیم از کلام درست و رسای شما در امر ورزش. قطعا شما دستی بر آتش دارید و سابقه طولانی که در بحث خبرنویسی و گزارش نویسی و گزارشگری بخش‌های مختلف ورزشی بسیار کمک می‌کنه برنامه سود، و این برای بنده خیلی خوشحال کننده و بسیار یه کردیتی هست که میتونم در خدمت شما باشم تو این برنامه، خصوصا اون برنامه‌ای که هر هفته در خدمتتون هستیم، بررسی رسانه‌ها و روزنامه‌های اروپا، که مطمئناً شما حرف‌های زیادی برای گفتن خواهید داشت و ما میتونیم و ما و بینندگان میتونیم از اون استفاده ببریم. آقای ادیب‌زاده، بله، به هر حال من در خدمت شما و خدمت بینندگانی که این تلویزیون رو نگاه میکنن در هر جای جهان که هستن، به هر حال منم خیلی خوشحالم که در اولین برنامه سوت شرکت میکنم. آقای ادیب‌زاده، من امروز که خب قبل از اینکه برنامه آغاز بشه داشتم با شما هماهنگی میکردم و کنداکتور برنامه رو با هم پیگیری میکردیم که بتونیم بحث بهتر و جامع‌تری رو در خدمت بینندگان داشته باشیم، به دو سه نکته خوب رسیدیم و به این جنبندی رسیدیم که بحث رو آغاز بکنیم با این مسئله که بین کمیته ملی المپیک ایران، وزارت ورزش و کمیته بین‌المللی المپیک IOC در گرفته در این چند ماه. خودتون قطعا میدونید که ما قبل از بازی‌های المپیک 2012 که تابستان گذشته در لندن برگزار شد، چند تا از رؤسای فدراسیون مختلف ورزش توسط آقای عباسی وزیر ورزش و جوانان از کار برکنار شدن و همین مسئله باعث شد که IOC نامه‌های متعدد بنویسه به وزارت ورزش و کمیته المپیک و اعلام بکنه که به یه نوعی دخالت دولت در امور ورزش هست و اونها بر نمیتابن برکناری رؤسای فدراسیون‌های ورزشی رو. تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم این نامه‌ها رد و بدل شده. کمیته بین‌المللی المپیک بسیار جدی است. آقای ژاگرود و آقای فهد صباح رئیس المپیک آسیا و معاون آقای ژاگرود به صراحت اعلام کردن که باید رؤسای فدراسیون برکنار شده مثل فدراسیون کشتی یزدانی خرم، فدراسیون قایقرانی آقای دنیامالی و و و چند نفر فدراسیون های دیگه برگردن و اساسنامه کمیته المپیک نوشته بشه، به تایید IOC برسه. و IOC حتی اعلام کرده که تا زمانی که این قطعی نشه اجازه برگزاری مجمع کمیته المپیک برای انتخاب هیئت رئیسه و رئیس آینده کمیته المپیک به ایران نخواهد داد. داریم میبینیم کمیته المپیک آقای علی آبادی و آقای افشارزاده اعلام میکنن که این نگرانی هست، اما در اون سوی کار آقای عباسی اعلام میکنه که هیچ نگرانی هیچ مسئله ای نیست. یه چالش و یه میخوام بهتون بگم که یه ناهماهنگی وسط هست که یکی داره تایید میکنه داره تکذیب میکنه. من از شما میخوام بپرسم به عنوان کارشناس ورزش و مفسر رشته های مختلف، یه مقداری بحث بکنیم درباره اساسنامه کمیته المپیک و کمیته های المپیک و روح المپیک که اصلا اعلام میکنه که ورزش نباید دخالتی داشته باشه. کوتاه صحبت بکنید درباره این مسئله و این تضاد تا من سوالات بعدی خدمتتون عرض کنم. بله، ببینید الان مشکلی که ورزش ایران داره مثل این 30 و چند سال گذشته این هست که رؤسای ورزش که انتخاب میشن عموما سیاسی هستن، هیچ گونه سابقه‌ای در ورزش ندارن. الان همین دو نفری که هستند و به قول شما به هر حال مشکلاتی ایجاد شده برای ورزش ایران، نه آقای علی آبادی نه آقای هاشمی هیچ کدوم آقای عباسی نه آقای عباسی هیچ کدومشون هیچگاه در ورزش نبودن. از نظر من اینها هیچ کدوم منشور المپیک را هم نخوندن. اگر منشور المپیک را بخونن میبینن که یکی از فصلهای مهم منشور المپیک این است که سیاست نباید در ورزش دخالت بکنه، در حالی که دیدیم قبل از بازیهای المپیک همونطور که شما اشاره کردید دخالت آقای محمد عباسی وزیر ورزش در فدراسیون ها، البته اون هم برای زمین چینی برای انتخابش به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک که الان آقای علی آبادی
در اونجا تکیه زدن، برای اینکه بتونه اگر به حال دولت آقای احمدی نژاد برکنار شد، اون بتونه جای پایی همچنان در ورزش داشته باشه. تمام درگیری بین این دو نفر که هر دوشون از نزدیکان و شاید معاونان آقای احمدی نژاد هستند، همینه که این دو نفر الان رقابت‌های سیاسی میکنن بدون اینکه در نظر بگیرن که تمام مشکلات برای ورزش ایران پیش میاد. چون این سابقه داره که وقتی منشور المپیک رو یک کشوری زیر پا بگذاره، برای مدتی ورزش اون کشور رو مورد تعلیق قرار میدن. یه خورده دورتر آفریقای جنوبی بود که دیدید که به خاطر همون مسائل نژادپرستی سالها اجازه حضور در میدانهای بین‌المللی به خصوص بازی‌های المپیک رو نداشت، و بعد از اینکه اون مسئله نژادپرستی، اون مسائلی که بود تموم شد، آفریقای جنوبی هم به صف ملت‌های دیگر در اومد و به المپیک اومد، به حتی جام جهانی برگزار کرد. و می‌بینیم الان خب یک کشور پیشرفته در بسیاری از زمینه‌ها، از جمله در زمینه ورزش، جام جهانی فوتبال رو که برگزار کرد بسیار با شایستگی برگزار کرد. به هر حال اون چیزی که من میخوام از این مسئله نتیجه بگیرم اینه که نه آقای محمد عباسی نه آقای علی آبادی هیچ کدومشون منشور المپیک رو نخوندن و نمیدونن که اگر به هر حال ورزش ایران مورد تعلیق قرار بگیره چه صدمه‌ای میخوره، چه مشکلاتی ایجاد میشه برای نسل جوان که امیدی ندارن برای المپیک ها برن، در بازی های آسیایی شرکت بکنن، در بسیار از رویدادهای بین المللی که زیر نظر کمیته بین المللی المپیک برگزار میشه اینها اجازه شرکت ندارن. خب ببینید الان نصف مردم کشور ما رو که در این 30 چند سال محروم کردن، یعنی زنان رو، واقعا این ورزش هایی که الان زنان ایران میرن اون هم با حجاب اسلامی، من اصلا با حجاب اسلامی مشکلی ندارم، ولی اینها ورزش هایی نیستند که زنان ما بخوان از نظر استعداد، از نظر توانایی خودشون بیان و خودشون رو نشون بدن. ما در المپیک 1964 دیدید که چندین ورزشکار در دو میدانی داشتیم با لباس هایی مثل همتاهای خودشون در کشورهای دیگر شرکت کردن در دو میدانی، در ژیمناستیک، در بسیار از رشته ها، و بعدها همین باعث شد که زنان ایران در بازی های المپیک، در مسابقات منطقه‌ای بیان و به خصوص بازی های آسیایی بیان موفقیت های زیادی پیدا بکنند. آخرین بار که زنان ایران شمول ورزشکاران در بازی های المپیک شرکت کردن المپیک مونرال بود که چندین ورزشکار زن شمشیرباز داشتیم، در اونجا اومدن شرکت کردن و موفق هم شدن. البته مدالی نیاوردن اما با موفقیت تونستن این مسئله رو پشت سر بگذارن. برای من فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که الان هست اینه که سایه تعلیق بر ورزش ایران همچنان خودنمایی میکنه، احتمال تعلیق ورزش ایران هست. شما ببینید الان به کمیته ملی المپیک گفتن که اساسنامه بفرسته، اساسنامه‌ای که باید سیاست از ورزش جدا بشه، اما در همین اساسنامه نوشتن که این دخالتی که هست دخالت سیاسی نیست. من نمیدونم اگر آقای وزیر ورزش عضو کابینه یا آقای محمود احمدی نژاد نیستن، بنابراین از سیاست میان، پس سیاست چگونه میتونه در ورزش دخالت بکنه؟ شما ببینین چند تا رئیس فدراسیون توانا داشتیم که به هر حال در قایقرانی، در تیر و کمان، در خیلی از رشته ها مدن توانستن که موفقیت هایی برای ایران به دست بیارن، سهمی هایی در بازی های المپیک لندن به دست بیارن، ولی آقای عباسی اونها رو برکنار کرد و افراد مورد نظر خودش رو گذاشت، به خاطر اینکه در انتخاباتی که انجام میشه توسط کمیته ملی المپیک ایشون بتونن رأی بیشتری بیارن و به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک ایران انتخاب بشن. اما همه مسئله از دیدگاه آدم هایی که در بالا نشستن، مثلا در کمیته بین المللی المپیک، این چیزا دیگه در عصر ما پنهان نمیمونه و اونها
اجازه ندادند الان انتخابات صورت بگیره. درسته. و آقای علی آبادی هم بسیار از این مسئله راضی هست، به خاطر اینکه فکر میکنه اگر این انتخابات در 2013 انجام بشه دیگه آقای عباسی نخواهند بود و خود ایشون میتونن با توجه به برحال مسائل پشت پردهی که دارن با برخی از رؤسای فدراسیون ها بتونن انتخاب بشن دوباره برای کمیته بین‌المللی المپیک. همین امروز من میخوندم که آقای دات‌کام گفتن که ایشون اصلا در سیاست هم هیچ وقت نتونستن موفق بشن، چه برسین که بیان کمیته ملی المپیک. دقیقا منظورشون به همین آقای علی آبادی بود که شما هم اشاره کردید. آقای ادیب‌زاده ببخش من میونه کلمتون اومدم، خیلی کوتاه آقای ادیب‌زاده فقط به خاطر از این بحث هم عبور بکنید در 30 ثانیه دورنمای این جنگ تمام عیار بین وزارت ورزش و کمیته المپیک در مقابلش هم آی او سی رو چطور میبینید؟ من فکر میکنم که کمیته بین‌المللی المپیک این موضع خودش رو نگه بداره، اجازه نده که در کمیته ملی المپیک فعلا انتخابات شروع انجام بشه، برای اینکه خود اونها اعلام کردن که شرایط برای انتخابات میسر نیست، الان کافی نیست. به هر حال اون چیزی که مسلم هست این که یک نوع آبروریزی برای کشور ما هست که دو تا آدم سیاسی که خودشون اومدن و خودشون رو در واقع تحمیل کردن به ورزش، اونها کاری کردن که ورزش ایران در حال تعلیق قرار بگیره، چند تا از فدراسیون ها معلق شدن، حالا کشتی حتی فوتبال هم به هر حال با این خطر رو روبروست. آقای ادیب‌زاده از کمیته بین‌المللی المپیک دور نشیم، بحث داغی که توی دو سه هفته اخیر پیدا شده رخ داده و الان هم هنوز بازتاب داره، این تصمیم کمیته اجرایی بین‌المللی کمیته بین‌المللی المپیک گرفته برای حذف کشتی از المپیک 2020 که خیلی سر صدا پا کرده، خیلی جنگ به پا کرده در خود ایران، در امریکا، در روسیه، الان یه وفاقی با هم پیدا کردن که اصلا چرا این اتفاق میخواد بیفته. خود ایران 30 خورده مدال از بازی المپیک گرفته که همش مال کشتی بوده، به غیر از حالا 10 تا 15 تا مدال دیگه که گرفته، و این نشون میده که کشتی اگر در المپیک نباشه یکی از اون کشورهایی که ضرر زیاد خواهد کرد ایران هست، روسیه که دایه‌دار هست، امریکا به همین ترتیب دیپلماسی خیلی فعالی رو امریکا، حتی براک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام کرده و دونالد رامسفیلد وزیر دفاع سابق امریکا اصلا اومده گفته که ما باید یه عزم تمام عیار داشته باشیم که در مقابل حذف این ورزش از المپیک دفاع بکنیم. من میخواستم از شما بپرسم که در اروپا هستی و مطبوعات رسانه ها هم هر روز ورق میزنی و به لحظه‌ام خبر داری و از آی او سی هم قطعا از اون دالون های درازش و مخوفش قطعا خبر دارید، آینده این کار چطور خواهد شد با اومدن آقای نناد لالوویچ که جای آقای مارتینتی الان به عنوان رئیس موقت فیلا انتخاب شده، چطور میبینید؟ و از اون طرف هم ائتلاف امریکا، ایران و روسیه رو در مقابل این داستان چطور ازجا میکنید و آیا کشتی احتمال داره حذف بشه یا نه؟ ببینید این هیئت اجرایی یا کمیسیون اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک وقتی نشست و نظر داد تمام مسائل رو واقعا در نظر گرفته بودن، مسئله پخشای تلویزیونی، مسئله استقبال مردم جهان از تماشای کشتی و خیلی از این مسائل، مسئله اقتصادی خیلی مهم هست، مسئله استقبال تلویزیون ها. اصولا الان شما نگاه بکنید هر جا که تلویزیون ها قدم میگذارند، هر ورزشی، حالا ما فقط به ورزش میپردازیم، هر جا که تلویزیون ها وارد میشن و به هر حال پول میپردازن اون ورزش ها میبینیم که پروبال میگیرن، اوج میگیرن و رشد میکنن. اما کشتی از نظر تلویزیون های بسیاری زیاد تماشاگر پسند نبوده و به این جهت یکی از ورزش هایی که گفتن هست شد. البته من خودم شخصا به خاطر اینکه ما یه پیشینه خیلی پر افتخاری در کشتی جهان داریم و ورزشکاران بسیار خوشنام و بسیار موفقی در جهان داریم، حتی تا چند سال پیش چند تا از کشتیگیران ما مثل تختی، حبیبی، اینها همیشه نامشون روی تابلوی افتخارات فیلا بود و اینها همچنان هم هست البته، و من
به شخصه خب دوست دارم که کشتی همچنان باشه، ولی فقط دوست داشتن من یا ایران یا ترکیه یا یکی دو کشوری که صاحب ورزش کشتی هستن کافی نیست. البته ایران بیشترین مدال‌های خودش رو از راه کشتی به دست آورده و حالا هم که کشتی حذف شده و هنوزم معلوم نیست که دوباره برگرده، میبینیم که الان میخوان روی وزنه برداری سرمایه گذاری بکنن. چه بهتر که بیان به جای این پرداختن به ورزش‌های انفرادی مثل وزنه برداری مثل کشتی، بیان به ورزش‌های دست جمعی بپردازن، بیان به ورزش‌های زنان بپردازن، بیان به ورزش‌هایی که آینده و سلامتی مردم رو در پی داره به اونها بپردازن. به هر حال اون چیزی که مسلمه الان تنها شانسی که کشتی داره اینه که در نامزدی سه تا کشور، سه تا شهر برای میزبانی بازی‌های المپیک 2020 یکی از سه کشور که استانبول هست، استانبول برنده بشه. چون من همین امروز داشتم گفته‌های رئیس فدراسیون کشتی ترکیه رو می‌خوندم، اون میگفت اگر استانبول برنده نامزدی بازی‌های المپیک 2020 بشه، غیر ممکن هست که این المپیک بدون کشتی باشه. آقای آیک که یکی از کشتیگیران به نام ترکیه هست و در بازی‌های المپیک 1968 مکزیکو هم برنده مدال طلا شد، او هم ابراز کرده که اگر ما برنده این نامزدی بازی‌های المپیک بشیم، کشتی حتما جزء ورزش‌هایی است که ما به حال در برنامه 26 ورزش خودمون می‌پردازیم. اما یک نکته که شما اشاره کردید در مورد آمریکا و در مورد همین فرانسه، فرانسوی‌ها از سالها پیش برنامه ریزی کردن، حتی از بچه های از کودکان خیلی کوچیک، دختر پسر آوردن بسازن برای آینده، چون کشتی یک ورزش بدن ساز هم هست. ولی آنقدر که ما میبینیم در ایران و در برخی از کشورها مثلا ترکیه برای این مسئله افسوس میخورن و به حال نگرانی ایجاد کرده براشون، در فرانسه نه، چون به حال ورزش اینا میتونن در مسابقات اروپایی شرکت بکنن، میتونن در مسابقات منطقه‌ای شرکت بکنن و کشتی به این ترتیب نمیمیره، فقط در المپیک نیست. یک آمارگیری که تلویزیون خبری ورزشی اسپن کرده و گفته از بین 7 ورزش که بیسبال و سافتبال، کاراته، کوهنوردی، وشو، اسکوربورد، موج سواری و اسکیت، کدوم رو شماها میپسندید که همچنان در بازی‌های المپیک بمونه؟ بیشترین رأی رو کاراته آورده و یکی از کمترین آرا رو، یعنی 4.5% رو کشتی، در حالی که درست همون روزهای بعد از حذف کشتی از بازی‌های المپیک 98% مردمی که باهاشون صحبت شده بود اونا خواستار این بودن که بار دیگه کشتی به بازی‌های المپیک برگرده. آقای ادیب‌زاده، همینجا من صحبتتون قطع بکنم. خب اون 15 تا کشوری که عضو کمیته اجرایی هستن مثل افریقای جنوبی، اسپانیا و چند تا کشور دیگه که خود پسر خود آنتونیو سامارانش فقید که رئیس کمیته ملل المپیک هم بود، اینا چون خیلی کشتی تو کشورشون معمن و معوا نداره و حرفی برای گفتن ندارن، اومدن و میخوان که کشتی رو حذف بکنن. اما قاعدتا تو همه المپیک لندن که تابستان گذشته اینجا بود، گرونترین بلیت مسابقات که در بازار سیام خیلی قیمت پیدا کرد کشتی بود و سالن اکسل لندن جای سوزن انداختن واقعا نبود و رقابت های کشتی داغ داغ بود. من اینو میخوام بهتون بگم، خب این کمیته اجرایی چجوری به این جنبندی رسیده؟ و من تو اون صحبت هایی که شما کردید به این جنبندی رسیدم که اصلا عملا شما فهم میکنه که حذف کشتی قطعیه، حالا هر داستانی هم که هست اینا تصمیم خودشونو گرفتن. این 15 تا کشوری که عضو کمیته اجرایی هستن چطور میشه 2-3 تا کشور توشون نیست که حداقل از کشتی دفاع کرده باشه؟ ببینید، همونطور که شما گفتید این چند تا کشوری که هستند عضو کمیسیون اجرایی کمیته به عملی المپیک، خیلی هاشون اصلا کشتی ندارن، ولی مسئله که اونها یا مسائلی که به هر حال در این مورد صورت گرفت و مورد ارزیابی قرار گرفت این که هر ورزشی چقدر واقعا تماشاگر داره، چقدر بلیت میخرن. حالا شما میفرمایید که در بازی های المپیک لندن خب
سالان اصلا جای سوزن انداختن نبود. درسته، برای اینکه اونجا بسیاری از کشورهایی که صاحب کشتی هستن مردمش در انگلیس زندگی میکنن یا به این بازی های المپیک رفتن و یکی از ورزش هایی که مورد علاقه اونها بوده کشتی بوده. اما کشتی ببینید در سالهای اخیر واقعا نباید این مسئله رو ما نادیده بگیریم، در سالهای اخیر تبدیل شده به یک نوع ورزش قدرتی، یعنی دیگه از اون فنون بکر مثل فیتی دا پیچ، بارانداز، از اون چیزهایی که به هر حال به خصوص خواسته به خصوص ویژه ورزشکاران ایرانی بود دیگه اثری نیست. در همین جام جهانی کشتی در تهران که من نگاه میکردم، دو تا کشتیگیری که قدر بودن و آخر سر با هم افتاده بودن اصلا یک دونه فن رد و بدل نکردن و همینطور همدیگر رو هول میدادن به بیرون از کشتی تشک و یک امتیاز به اسم اونها ثبت میشه. آقای ادیب‌زاده امیدواریم که ببخشید من میونه کلمتون میونه چون میخوام از وقت برنامه استفاده کنم، من حیفم میاد که صحبتهای شما پخش نشه، اما از این ورم ما وقتمون محدوده، میخوایم بهترین استفاده را از صحبت‌های شما ببریم. من و شما که قاعدتاً به همراه ایرانیان میلیون‌ها ایرانی خیلی مشتاقیم که این ورزش ادامه پیدا کنه. آمریکایی‌ها الان دیپلماسی می‌گفتن، دونالد رامسفلد اومده صحبت کرده، وزیر دفاع سابق آمریکا یه مرد جنگی است، اومده صحبت کرده و اصلا گفته که کشتی باید باشه. خود روس‌ها که یه بحث داستان هستن و کشوری مثل ترکیه و جاهای دیگه، امیدواریم که اتفاق بیفته و کشتی بمونه و شاهد ادامه افتخارآفرین کشتیگیری ایران و سایر کشورها باشیم، چون واقعا ورزش دوست داشتنی است. و امیدواریم که به گفته آقای لالوویچ که رئیس فیلا است، فیلا بیاد یه دگردیسی بکنه و اشتباه خودش رو بپذیره و این انقدر قوانین رو عوض نکنه. خب آقای ادیب‌زاده، ما 20 دقیقه دیگه وقت داریم، من سه تا مبحث رو میخوام با شما مطرح بکنم تو این 20 دقیقه، امیدوارم که برسیم. امیدوارم که بینندگان عزیزم خسته نکرده باشیم، از صحبت‌های خوب و ارزشمند آقای ادیب‌زاده استفاده ببریم. آقای ادیب‌زاده، من می‌خواستم برسم حالا بحث کشتی و آی او سی بذاریم کنار، می‌خوام برسیم به رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا که بینندگان خاص خودش هم داره و بسیار هم داغ و تماشای دیدنی هم هست. خب این هفته همونطوری که قطعا شما هم دیدید و شاهد هم بودید، رقابت داغ منچستر یونایتد و رئال مادرید در اولترافورد به نفع شاگردان جوزه مورینیو تمام شد و حالا در عین ناباوری که منچستر یک بر صفر جلو افتادن، 2-1 باختن و 10 نفر هم حذف شدن، داوری ترک بسیار بحث برانگیز بود و خیلی انتقاد کردن. من می‌خواستم خیلی کوتاه ادیب‌زاده درباره منچستر و رئال مادرید صحبت بکنید و دورتموند و شاختار تو برسیم بازی پاریس سن ژرمن که شما در فرانسه در پاریس هم حتما در پارک تو پرنس حالا دیدید یا اونجا بودید یا نه، با والنسیا و همچنین یوونتوس بانوی پیر بیوکنری ها به همراه سلتیک. کوتاه صحبت کنید درباره منچستر و رئال مادرید در ابتدا. در واقع به نظر من این یک فینال زودرس بود بین دو تا قول اروپا و هر دو تا تیم واقعا سزاواری این رو داشتن که در فینال این بازی رو برگزار بکنن. اما اون چه که مسلمه به نظر من رئال مادرید یه مقدار آماده تر بود. درسته که منچستر یونایتد یه مقدار هیجان زده بود، چون همه انگلیس در انتظار این هستن که یا در انتظار این بودن که منچستر یونایتد بتونه رئال مادرید رو حذف بکنه و در ویمبلی یکی از پاهای فینال باشه و این خیلی برای انگلیسی ها خوشحال کننده بود. اما اگر بخوایم این بازی رو از دید روزنامه ها نگاه بکنیم، من روزنامه ها رو دیدم، واقعا حذف منچستر یونایتد به وسیله رئال مادرید در یک هشتم پایانی، شب خشم، شب جنجال، شب دشوار برای انگلیسی ها توصیف شده. بسیاری از روزنامه ها در مورد این بازی عناوین بی‌عدالتی، تقلب و به هر حال این کلمات رو در صفحات اول خودشون آوردن. اما اون چیزی که انگلیسی ها رو بیشتر عصبانی کرد کار این داور ترک بود که در گذشته هم چندین بار با تیم های انگلیسی همچین کاری کرده. حالا من نمیخوام بگم که آیا کارش اشتباه بوده یا نه، اما در بازی چلسی هم اومد کاپیتن تیم چلسی رو اخراج کرد، در یک بازی جام ملت‌های اروپا هم
یک بازیکن دیگر انگلیس رو، تیم ملی انگلیس رو اخراج کرد که باعث واقعا حذف تیم انگلیس شد. به هر حال تیتری که بسیاری از روزنامه ها زدن به دلیل اخراج نانی از بازی، دیلی میرور تیتر زده که دزدی، یعنی غارت زده، و روزنامه تلگراف تیتر زده بود تقلب. دیلی میرور در صفحه اصلی خودش تیتر زده بود که خطا و انحطاط، که البته میتونه منجر به بی‌عدالتی بشه. اما مطبوعات اسپانیا در عوض نوع دیگری نوشته بودند. اونها با وجود اینکه تصمیم داور رو در مورد اخراج نانی بسیار سختگیرانه میدونستند، اما ترجیح دادن که روی قهرمانی رئال مادرید تمرکز بکنن و نوشتن که رئال مادرید قلب قهرمانه. با توجه به ادیب زاده عذر میخوام ببخشید من میونه کلمه، صحبت های شما بسیار جذاب، من خودم واقعا استفاده میکنم و امیدوارم که بینندگانم به همین ترتیب باشه، اما متاسفانه ما وقتمون کوتاه هست. منچستر رو حالا بذاریم کنار، دورتموند و شاختار. دورتموند بسیار خوب کار کرده، من فکر میکنم دورتموند جام مارکو ریوس و سه چهار تا بازیکن خوب دیگه حرفایی برای گفتن داشته باشه. کوتاه درباره دورتموند که در وستفالن موفق شد در هم به کوب شاختار صحبت بکنه که این تیم چقدر امید داره بره بالا، چون بسیار تیم جوان و دونده ای هم هست. کدوم تیم؟ تیم بورسیا دورتموند و شاختار دونست که اوکراین، که دورتموندی ها موفق شدن ببرن حریف اوکراینی رو محل بعد صعود بکنن. کوتاه در مورد دورتموند هم صحبت بکنه. بله، الان خب چهار تا تیمی که انتخاب شدن برای دوره یک چهارم، منتظرن تا چهار تیم دیگه هم انتخاب بشه. پاریس سن ژرمن بعد از 18 سال انتظار موفق شد که به یک چهارم پایانی برسه با بردن ولانس، و البته کار بسیار سختی را هم پشت سر گذاشت، اما کار برای تیم یوونتوس بسیار آسون بود که تیم اسکاتلندی رو 3-0 در بازی رفت برده بود، در اینجا هم 2-0 برنده شد و به دور بعدی رفت. حالا باید منتظر باشیم چهار بازی دیگه انجام بشه و چهار تیم دیگر دور یک چهارم بازیاشون رو بکنن و انتخاب بشن، که یکیشون همین تیمی است که شما اسم بردید. به هر حال اون چیزی که مسلمه، باید منتظر روز 15 مارس باشیم که قرعه کشی برای دور یک چهارم پایانی انجام میگیره، ببینیم کدوم تیم ها به بالا میان و کدوم دو تیم میتونن به ومبلی برسن. آقای عدوزار ممنونم، وقت ما کوتاه است. تو شهر شما پاریس سن ژرمن ریخت و پاش خیلی زیادی کرده، مالکان قطری هستن اومدن و تو این یک سال خورده ای که اومدن واقعا با کارلو آنجلوتی یا کارلتو سرمربی مشهور ایتالیایی که آوردن، بازیکن مثل زلاتان ابراهیموویچ، دیوید بکام و و بازیکنای دیگه مثل همین لاوتسی آرژانتینی که شب گذشته موفق شد گل بزنه به تیم والنسیا، خیلی پول دارن خرج میکنن. صحبت از اومدن جوزه مورینیو، از کریستیانو، از وین رونی، الان نقدترین پیشنهادی که بهش دادن. خیلی کوتاه صحبت بکنید که این مالکای قطری واقعا چیکار دارن میکنن. من فکر میکنم از نظر رسانه‌ای هم انقدر دارن قوی کار میکنن که اصلا فکر نمیکنه اینا مال کشور خاورمیانه باشه. بله، ببینید قطری‌ها همونطور که شما اشاره کردید واقعا درسته که پول خرج میکنن، اما پولشون رو میدونن در کجا خرج بکنن. من فکر میکنم خب اینها مشاوران اقتصادی خیلی خوبی دارن. این تیمی که امسال درست کرده آقای ناصر الخلیفه، که برگ سبز حاکم قطر رو هم در دست داره برای خرج کردن، من فکر میکنم یه تیمیه که آرزوی پاریسی ها رو بعد از 20 سال برآورده بکنه که این تیم بتونه قهرمان فرانسه بشه، چون سال هاست که پاریسی ها آرزو دارن که تیم در واقع شهرشون برای اولین بار قهرمان بشه بعد از 20 سال، اما نشده. من فکر میکنم که الان پاریس سن ژرمن در وضعیت خوبی هست، اما هنوز ریشه های اون کار رو نداره، اونطور که مثلا بارسلون داره، رئال داره، آس میلان داره، همین یوونتوس داره. اینا سال هاست که دارن در رده های بالا همچنان حضور دارن، در حالی که همین پاریس سن ژرمن برای دومین بار در تاریخش هست که به دور یک چهارم رسیده. یک بار که فرانسه قهرمان لیگ قهرمانان شد، البته در اون موقع جام باشگاه‌های اروپا بود، بله، به لطف برنامه ریزی و سرمایه گذاری
یک نفر دیگه به اسم آقای تاپی بود که توانست این تیم رو قهرمان بکنه. به هر حال اون چه که مسلمه الان قطری ها کاری که کردن، برنامه ریزی که کردن، میتونن استفاده اقتصادیشو بکنن. آقای بازیکنی که آقای بکام رو وقتی خریدن همه تعجب کردن، یک بازیکن 36 ساله، اما بکام روزی که وارد باشگاه شد و قراردادش امضا کرد، همون روز 5000 تا از پیراهن‌های آقای بکام در فروشگاه‌های پاریس سن ژرمن به فروش رفت، دونه 120 یورو. به این ترتیب ببینیم که اونها کاری که میکنن همه اقتصادیه و من فکر میکنم ثمرش هم میبینن. همونطور که در انگلیس شما دیدید سال پیش منچستر سیتی قهرمان شد و بیشتر از اون که در منچستر شادمانی بکنن، در ابوظبی که صاحبش یک میلیاردر ابوظبی بود، در اونجا مردم شادی کردن. منصور 33 ساله شما عرض میکنید فوتباله و نیاز به اقتصاد داره. آقای ادیب‌زاده خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما، واقعا اطلاعاتی که دارید میدید اطلاعاتی که واسه برای خود من خیلی جای کار داره و این نشون میده که ما واقعا دست رو خوب کارشناس گذاشتیم و امیدواریم که بتونیم در هفته‌های آتی هم در خدمتشون باشیم. من واقعا دوست دارم که این بخش آخری که قرار بخش شما باشه، بررسی مطبوعات رسانه‌ها روزنامه‌های اروپا در طول هفته، اینو از دست ندیم. ما بیشتر از 3-4 دقیقه وقت نداریم. می‌خواستم 3-4 تا تیتر خوبو شما انتخاب کنه و یه تیتر رو روش بحث بکنیم. قبل از اینکه بریم اینجا می‌خواستم بپرسم که پاریس سن ژرمن در قواره قهرمانی لو شامپیونه هست یا نه؟ در لیگ یک فرانسه من فکر می‌کنم که پاریس الان خیلی شانس قهرمانی داره. و این هفته باختن دیگه، درسته؟ این هفته باختن، به رمیس باختن. بله. این هفته که بادشون رو باختن در رقابت لو شامپیونه. بله بله. من فکر می‌کنم پاریس الان شانس قهرمانی داره چون چند تا بازیکن برجسته داره. زلاتان اصلا نباید فراموشش کرد. چند تا بازیکنی که خریده خط دفاع که از برزیل آوردن و به هر حال من فکر می‌کنم که تییاگو سیلوا رو میگه که تییاگو سیلوا که دیشب کاپیتان تیم میشه، به خصوص اینکه امسال تیم‌های دیگه مثل لیون، مثل مارسی، مثل بوردو، اینا تیم‌های خیلی بزرگی نیستن. چون متاسفانه فوتبال فرانسه به دلیل اینکه از نظر اقتصادی زیاد بهره نمی‌بره، زیاد مثل باشگاه‌های انگلیس، اسپانیا تماشاگر نداره، به معنی که یک بازیکنشون به هر حال رشد می‌کنه و قابل فروش میشه، اینها می‌فروشنش. الان می‌بینید در انگلیس بسیاری از بازیکنان فرانسوی در تیم‌های بزرگ دارن بازی میکنن و حتی یکی از تیم‌ها 6 یا 7 بازیکن فرانسوی داره. به این جهت من فکر میکنم که پاریس سن ژرمن با توجه به واقعا تدارکی که دیده، بازیکنانی که داره و ضعف دیگر تیم‌ها، میتونه امسال قهرمان لیگ فرانسه بشه. بسیار تشکر میکنم از آقای ادیب‌زاده عزیز که به واقع صحبت‌های بروزی کردن و همین اطلاعاتی که در اصلا پاریس سن ژرمن تیم قدیمی فرانسه و حضور مالکان قطری که دارن بی حد و حصر هزینه میکنن، برای من اطلاعات خیلی بزرگی بود و امیدواریم که در هفته بعد در خدمتتون باشیم. آقای ادیب‌زاده 2 دقیقه وقت داریم، 2 تا تیتر شما انتخاب بکنید بحث بکنید، اما در هفته های آینده من قول قطعا به شما میدم که این بخش شما یه وقت بیشتری بگیره، چون بینندگان عزیز مطمئنن براشون هم تازگی داره هم بسیار خوب هست که آگاه بشن که در اروپا در مطبوعات رسانه‌های اروپایی چه خبر هست و ما نمی‌خوایم از دست بدیم و شانس رو از دست بدیم که آقای ادیب‌زاده این شانس رو به ما دادن که در خدمتشون باشیم. 2 دقیقه وقت دارین با تیترهای رسانه‌های اروپایی. ببینید روزنامه فرانسوی اکیپ، تنها روزنامه ورزشی سراسر فرانسه که در 4 جا هم چاپ میشه و یکی از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌هاست، اون امروز تیتر زده که پاریس به جمع 8 بزرگ اروپایی پیوست. اما یک روزنامه دیگر تیت زده، پاریزیان تیت زده که آیا این پاریس سن ژرمن به درد اروپا میخوره؟ ببینیم یه مقدار به هر حال تضاد هست بین اینها. یه مقدار من به نظر من پاریزیان بسیار واقعی تر دیده، چون اون بازی که دیشب پاریس سن ژرمن نشون داد با توجه به پشتوانه 2 تا گلی که در ولانس زده بود، بازی بسیار بدی از خودش نشون داد، با ترس و لرز بازی کرد و به نظر من بعد از اینکه ولانس اومد گل اولش رو زد، تازه بازیکنان پاریس سن ژرمن
از خواب بیدار شدن، دقیقا دیدن همین صحبت اگر هم کارلو خود همینطور آنجلوتی، ادامه بدن آقای عبدالجبار باید دقیقا رفتن همین به صحبت یه کارلو کار آنجلوتی پایانی هم رو در کرد، خواب ببینن. دقیقا همین صحبت هم که شما ببخشید میونو کردم، من دقیقا همین صحبت کارلو آنجلوتی گفت که کرد که گفت گل والنسیا ما رو از خواب بیدار کرد. من تشکر میکنم از آقای ادیبزاده که این بخش رو هم تونستم به سمع نظر شما و ما برسونن. آقای ادیبزاده من عذرخواهی میکنم چون وقتمان داره تموم میشه، مجبوریم از حضور شما خداحافظی بکنیم، اما در هفته های آینده با دستی پرتر در خدمت شما خواهیم بود. مطمئنا اطلاعات شما اطلاعات ذی قیمتی هست در خصوص ورزش با تجربه که شما دارین، و ایران فردا بسیار خوشحاله که تونسته این وقت رو داشته باشه که در خدمت شما باشه. بینندگان عزیزم حتما خوشحال خواهند شد از اطلاعاتی که شما میدید و امیدواریم در هفته های آتی هم در خدمت آقای ادیبزاده باشیم. اگر شما نکته دیگه ندارید من از حضور شما خداحافظی می‌کنم. آقای ادیبزاده بله، به هر حال این من فکر میکنم که فرصتی است که ایران فردا و شما به من دادید که من بتونم از این طریق بار دیگر بتونم با بینندگانمون، بینندگان ایرانی فارسی زبان در همه جای جهان بتونیم واقعا ارتباط برقرار کنیم. من از شما متشکرم. بسیار تشکر میکنم از شما آقای ادیبزاده و با شما خداحافظی میکنیم. بینندگان عزیز در خدمت آقای ادیبزاده بودیم. بخش قسمت اول برنامه به نظر من صحبت های ادیبزاده بسیار نافذ بود و شکافت مسائل ورزش ایران، خصوصا بحث دخالت دولت در امور ورزش، بحث کمیته بین المللی المپیک، کمیته المپیک ایران و وزارت ورزش، اون جنگ های تمام عیاری که پشت پرده هست و داره تکذیب و تایید میشه، بحث حذف کشتی است که آقای ادیبزاده قشنگ به مرور گفتن، بحث لیگ قهرمانان بود که ایشون باستاب دادن صحبت هایی که مربیان کردن، بحث رسانه های اروپایی و بررسی مطبوعات ورزشی. خیلی دوست داشتیم که درباره رقابت فوتبال لیگ برتر هم صحبت بکنیم، اما یه نکته بگم که در حالی که رفته رفته داریم نزدیک میشه به هفته های پایانی این رقابت ها، استقلال در صدر قرار داره، یه جنگ سختی رو با تراکتور سازی داره، شاگردان تونی اولیویرا در یک قدمی استقلال هستن و اگر آبی پوشان پایتخت لحظه ای درنگ میکنن و اشتباه بکنن، مطمئنا تیم اولیویرا که این فصل بسیار خوب کار کرده فراتر از انتظار در کنار خیلی عظیم تماشاگران تبریزی که میان و ورزشگاه رو بسیار خوب پر میکنن و تشویق میکنن و این یه یار دوازدهم واقعی برای تراکتور سازی هست. اگر استقلال نتونه خودش جمع جور کنه تراکتور میاد در اون سوی میدان، شاگردان زلاتکو کرانچار در فولاد مبارک سپاهان هم بسیار آماده هستن، سه دوره پی در پی قهرمان لیگ برتر شدن و میخوان که این چهارمین دوره قهرمان بشن. یه بازی مستقیم با خود استقلال هم دارن که امید دارن که ببرن این تیمو و به مقام قهرمانی برسن. باید ببینیم در هفته های آینده این رقابت داغ به کجا میرسه. ایران فردا مطمئنا اطلاع رسانی خواهد کرد لحظه به لحظه. مطمئن باشیم ما به غیر از بخش های خبری و همین برنامه سود، اگر اتفاق خاصی در ورزش بیفته و خبرهای تازه باشه، مطمئنا مدیریت شبکه دست ما رو باز گذاشته که بیایم و اعلام بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم. وظیفه ما هست و همونطوری که عرض کردیم ارتباط دو طرف هست، یه طرف ما هستیم یه طرف شما هستیم، ما میام به خانه های شما. مطمئنا در آینده ما پل ارتباطی رو برقرار میکنیم با وبسایت، با فیسبوک، با سایت برنامه و امیدواریم که برنامه سوت و بخش ورزش ایران فردا بتونه رضایت شما رو جلب بکنه. گفتم مسائل مشکلات رو بنده ببخشید. دوستان عزیزم در رژی پخش، تصویربردار محترم برنامه، کارگردان و آقای رامین مدیر استودیو بسیار به من کمک کردن تا این برنامه روی آنتن بره و امیدواریم که با پخش این برنامه رضایت شما رو جلب بکنیم. من گزافه گویی نمی کنم، زیاد صحبت کردم. امیدوارم که در هفته های آینده با کارشناسان بهتر، با خبرنگاران خوب و با خبرهای تازه در خدمتون باشیم. این چیزی که حق شما هست و مطمئنا اگر ما اینجا هستیم باید به بهترین نحو اطلاع رسانی بکنه. ورزش چیزی هستش که نسل جوان ایران بسیار بهش احتیاج داره و باید در میادین مختلف ما حضور داشته باشیم. مطمئنا این کارو خواهیم کرد. خب این اولین برنامه سود که در خدمت شما بودیم، امیدواریم که خوب تموم شده باشه، اطلاعات خوبی به شما داده باشیم و در هفته های آینده هم در خدمت شما باشیم. روز و روزگار بر شما خوش و خرم.